مردم مهربان ایران، سلام و شب شما بخیر. خبرهای متنوعی براتون داریم، ضمن اینکه در بخش سایه روشن هم میتونید چند خبر رو ببینید و بشنوید. یه گزارش هم خدا کنه که وقت داشته باشیم براتون بتونیم پخش بکنیم. عرضه سکه گرمی از فردا تا پایان اسفند. بانک مرکزی اعلام کرده برای تأمین نیاز متقاضیان سکه های طلای خرد، از فردا سکه گرمی از طریق شعب بانک پاسارگارد عرضه میشه. قیمت سکه های گرمی بر مبنای قیمت جهانی و میانگین قیمتی که روز قبل در بانک کارگشایی معامله شده تعیین میشه و به هر فرد دو قطعه سکه گرمی تعلق میگیره. 86 طرح عمرانی خدماتی آموزشی و فرهنگی در استان البرز فردا با حضور رئیس جمهور به بهره برداری میرسه. استاندار البرز با بیان این که برای بهره برداری از این طرحها بیش از 114 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده، گفته از مجموع طرحهای قابل بهره برداری 33 طرح در کرج، 8 طرح در ساوج بلاغ و 46 طرح در نظرآباد به بهره برداری میرسه. به گفته ی آقای فرهادی، بررسی 270 مصوبه سفر گذشته هیئت دولت به استان البرز از برنامه‌های دیگه رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان البرز. گوشت گرم در بازار برای تعدیل قیمت‌ها. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایجاد خلل در تأمین گوشت قرمز و افزایش هزینه‌های تولید رو از علل تغییر قیمت گوشت قرمز در هفته‌های اخیر دونسته و گفته به زودی روزانه حدود 40 تن گوشت گرم به قیمت تعادلی علاوه بر تولید معمول در بازار عرضه میشه. آقای زیغمی گفته برای تعدیل قیمت و کنترل عرضه و تقاضا، عرضه گوشت گرم 10-20% کمتر از قیمت کف بازار در شبکه‌های مختلف توزیعی عرضه میشه. فرمانده نیروی انتظامی، سارقان رو با گشت‌های محسوس و نامحسوس کنترل می‌کنیم. سردار احمد مقدم گفته با تحول ایجاد شده در بازار سکه و ارز، نیاز مردم به این اقلام تغییر یافته و با این تغییر بعضی از مردم سرمایه‌ها رو توی خونه‌ها نگهداری می‌کنن که همین موضوع باعث ایجاد افزایش تمایل سارقان برای سرقت از منازل شده. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز گفته برای تأمین امنیت مردم در مراکز خرید، گشت‌های محسوس و نامحسوس رو افزایش دادیم تا جلوی اقدامات فرصت طلبانه سارقان سابقه دار و زورگیران رو در روزهای شلوغ و پرتردد پایان سال بگیریم. این هم بازگشایی مرز خسروی بر روی زائران عتبات عالیات از امروز. با بازگشایی مجدد مرز رسمی و بین‌المللی خسروی برای تردد زائران عتبات عالیات، روزانه 20 کاروان زیر پوشش سازمان حج و زیارت به اماکن مقدسه عراق اعزام میشن. مرز خسروی از 24 آذر امسال به علت نبود امنیت کامل برای زائران ایرانی بسته شد و کاروان زیارت عتبات عالیات فقط از مرز مهران در استان ایلام به عراق اعزام می شده. فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور از امکان سنجی و پیشبینی حضور حدود 4 میلیون نفر در مناطق عملیاتی خبر داده. سردار فضلی با بیان اینکه این تعداد به صورت کاروان‌های راهیان نور یا خودجوش در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حضور پیدا می‌کنند، گفته امسال کاروان‌های راهیان نور دریایی هم در آب‌های خلیج فارس در 3 استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان برای دانشجویان، اساتید و قشرهای متخصص پیش بینی شده. به گفته فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور، پارسال حدود 3 میلیون نفر در قالب کاروان راهیان های نور به صورت ساماندهی شده و خودجوش از مناطق عملیاتی کشور بازدید کردند. رئیس جمعیت هلال احمر همین چهره از فعالیت 1245 پایگاه و پست امدادی در طرح نوروزی امسال خبر داده. آقای فقیه گفته آمادگی امدادرسانی و مواجهه با حادثه رو داریم. او در مراسم آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی با اشاره به اینکه این طرح از 24 اسفند تا 14 فروردین ماه سال آینده اجرا میشه، گفته در طرح امسال تعداد پایگاه‌های ثابت و سیار با افزایش 50% به 1245 پایگاه و پست رسیده. رئیس جمعیت هلال احمر از بکارگیری برخی تجهیزات جدید از جمله خودروی آرگو برای امداد رسانی در ایام نوروز خبر داد. برای نجات در شرایط سخت ما خودروی ویژه‌ای رو نداشتیم در جمعیت هلال احمر و دچار مشکل بودیم.
با بررسی‌هایی که انجام گرفت، خودروی آرگو خریداری شد که این خودروی جدید به ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر ملحق شده، از طرح نوروزی شروع میشه و انشالله ادامه خواهد داشت، که این خودرو با قدرت بسیار بالا هم در توانایی نجات در آب، در کوهستان و در جاده‌های برفی و در شرایط سخت رو داره. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر صبح فردا در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار میشه. اولین جلسه دادگاه متهمان 29 بهمن با حضور 32 متهم پرونده به همراه وکلای اونها برگزار شد. در جلسه اول کیفرخواست 32 نفر از متهمان این پرونده فساد مالی اخیر قرائت و پس از تفهیم اتهام متهم ردیف اول وی به برخی اتهامات خودش پاسخ داد. نجات نفتکش ایرانی هاتف از چنگ دزدان دریایی در خلیج عدن. نفتکش هاتف که از جزیره خارک به سمت کانال سوئز در حال دریانوردی بود، در محدوده ورودی خلیج عدن طی دو مرحله مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت که با هوشیاری تکاوران نیروی دریایی ارتش از تعرض در امان موند. دزدان دریایی با 4 فروند قایق تندرو به این نفتکش حمله کردند که پس از مواجهه با تیراندازی تکاوران دریایی ارتش متواری شدند و نفتکش هاتف در سلامت کامل حرکتش را به سمت مقصد ادامه داد. رژیم صهیونیستی یه بار دیگه از زمین و هوا نوار غزه رو زیر آتش گرفته. در این حملات که از عصر دیروز شروع شده و تا عصر امروز هم ادامه داشته، دست کم 15 فلسطینی شهید شدند. 20 فلسطینی هم در حملات صهیونیست ها زخمی شدند. ما خواب بودیم که به یک بار صدای وحشتناکی شنیدیم. راکت مستقیما به خونه ما اصابت کرد و 4 طبقه از این ساختمون به کلی ویران شد. هنوز نمیدونم بچه هم کجا هستن. این جنایات از رژیم صهیونیستی دور از انتظار نیست. مردم مظلوم فلسطین هر روز از حملات وحشیانه این رژیم در امان نیستند. از گروه های مقاومت فلسطینی انتظار داریم به این وحشیگری های صهیونیست‌ها پاسخ محکمی بدن. ما جنایات صهیونیست‌ها را بی پاسخ نمیذاریم. این رژیم بهای بسیار سنگینی رو خواهد پرداخت. بسیار خوب، خیلی متشکرم. این شماره پیامک منه، من هر شب میگم چون که به هر حال ممکنه بیننده های جدیدی داشته باشیم و دوست داشته باشن پیامک بزنن، پیشنهاد کنن، انتقاد کنن و یا به هر حال مورد خاصی باشه. ضمناً یه شماره تلفن هم داریم که الان دوستان من براتون حک میکنن به صورت زیر نویس. خیلی ممنون که شماره تلفن هم بله حالا اومد. بریم سراغ سایروش. با ابلاغ آیین‌نامه جدید هیئت دولت، ظاهراً کارمندان نخبه ادارات دولتی دیگه لازم نیست نگران ثبت ساعت ورود و خروج باشن. هیئت دولت به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده که برای جذب بهتر نیروهای نخبه و استعداد برتر، شرایط جذب و نگهداری اونا ساده‌تر بشه و امتیازهای ویژه‌ای برای اونا در نظر گرفته بشه. بر اساس این آیین‌نامه کارمندان نخبه میتونن به صورت شناور موظفیشون رو پر کنن و حقوق و مزایای بیشتری بگیرن. البته در این که باید به نخبگان امتیازهای بیشتری داده بشه شکی نیست، اما به نظر میرسه رعایت نکردن نظم و ترتیب و معاف شدن از ثبت ساعت حضور و غیاب نه تنها امتیازی مناسب نیست، بلکه میتونه در کاهش بهره‌وری نیروهای نخبه تأثیر بذاره و موجب بشه از توان اونا به طور صحیح استفاده نشه. حدود 40,000 هکتار از اراضی ملی کوهکیلویه و بویراحمد از سودجویان بازپس گرفته شد. مدیر کل منابع طبیعی استان گفته این اراضی در شهرستان‌های بویراحمد، کوهکیلویه و گچساران واقع شده و 50 نفر سودجو با تصرف و تغییر کاربری این زمین‌ها را به ملک خصوصی تبدیل کرده بودند. با توجه به جنگلی و مرتعی بودن این اراضی دارای ارزش زیست محیطی، توریستی و اقتصادیه. دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه ملک خالد عربستان در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی رژیم سعودی به این دانشگاه که به شهادت یک دختر دانشجو و مجروح شدن 53 نفر منجر شد، امروز در این دانشگاه تحصن کردند.
علت تحسن هفته گذشته دانشجویان این دانشکده اعتراض به شرایط حاکم بر دانشگاه و به ویژه برخورد توهین آمیز مسئولان این دانشکده با دانشجویان بود. اما پس از اون که این درخواست ها با بی‌اعتنایی مسئولان دانشگاه مواجه شد، نیروهای امنیتی سعودی برای پایان دادن به تحسن دانشجویان به این تجمع حمله کردند. پس از انتشار اخباری مبنی بر سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا برای معاینات پزشکی، منابع آگاه از سکته مغزی ولیعهد سعودی خبر دادند. پایگاه خبری جزیره العرب به نقل از یک نویسنده عربستانی فاش کرده که نایف بن عبدالعزیز در پی ابتلا به عارضه سکته مغزی به آمریکا سفر کرده. این در حالیه که چند روز پیش اخباری مبنی بر ترک عربستان از سوی امیر نایف و سفر به ایتالیا منتشر شد که بعداً گفته شد دلیل سفر نایف اختلاف بر سر برخی انتصاب‌ها در سمت‌های دولتی بوده. یک رسانه سوری در گزارشی با اشاره به نفوذ یک جاسوس انگلیسی با عنوان عکاس یک نشریه به سوریه از ارتباطات او با سرویس‌های غربی پرده برداشت. اطلاعات جدید از پاول کانروی، عکاس 47 ساله هفته نامه ساندی تایمز انگلیس نشون میده وی ارتباط مستحکمی با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 و همچنین سازمان تروریستی القاعده داره. بر اساس اعلام برخی منابع، جمع‌آوری اطلاعات در لیبی از تحرکات عناصر وابسته به قذافی و ارسال اون به دستگاه‌های ارتباطی انگلیسی هم از اصلی ترین مأموریت های کانروی در لیبی بوده. معلمان انگلیسی در اعتراض به رفتارهای بد دانش آموزان و حمله اونا به معلمین و کادر مدرسه تجمع اعتراضی برقرار کردند. معلمان انگلیسی گفتند که دیگه قادر به تربیت و کنترل دانش آموزان انگلیسی نیستند. برخی از معلمان از مواردی نظیر آتش‌بازی دانش آموزان در مدرسه و همچنین حمله چاقو در مدرسه و کلاس توسط این دانش آموزان صحبت می‌کنند. معلم‌ها میگن دانش آموزان با هم و با کادر مدرسه درگیر میشن ولی مدیران مدارس در برابر این تخلفات کاری نمی‌کنند. بارش خاکستر از آسمان شوشتر دوباره فضای این شهر رو تیره و تار کرد. شنیده شده این پنجمین بار در یک ماه گذشته است که بارش خاکستر ناشی از آتش زدن باقی مانده مزارع بزرگ نشکر متعلق به دو شرکت در حاشیه شهر شوشتره. ظاهراً اعتراض‌های مردم راه به جایی نبرده و همچنان این مشکل مسائل زیست محیطی شوشتر رو تحت تأثیر قرار میده. بسیار خوب. این گزارشی که ابتدای خبر عرض کردم خدمتون متعلق به صنعتگرانه. حالا چه مشکلاتی صنعتگران دارن؟ بریم سراغ گزارش و بیشتر اطلاع کسب کنیم. صنعتگران از قشرهای مهم جامعه هستند که به عنوان یک بازوی قوی در تولید و حرکت کشور به سوی بی‌نیاز کردن از واردات محصولات و کالای خارجی تو سالهای اخیر نقش بسزایی داشتند. اما به خاطر بعضی مشکلات ریز و درشت در شرکای صنفی و صنعتی و واحدهای کارگاهی کوچک و بزرگ، بعضی از صنعتگران نگرانی‌هایی دارند. عمده مشکل ما الان در واقع سوخت، انرژی و مالیات‌ها. واقعاً با سختی‌های فراوان داریم تولید میکنیم. هزینه‌ها سنگینه، امکانات خیلی کمه. این عوارضای بالا میگیرن، اینه که تولید برامون نمیسرده. شهرک‌ها تابع یک سری مقررات هستن که سیاست‌های تشویقی براشون در نظر گرفته شده. اما به شرطی میتونن از این استفاده کنن که شهرک صنعتی محسوب بشه. در سال 82 قانونی از تصویب مجلس گذشته که صنایع انتقالی که به شهرک‌های صنعتی انتقال پیدا می‌کنند به مدت 5 سال از بخشودگی مالیاتی استفاده بکنند. علی‌رغم انتقال کارخانه‌های صنعتی به این شهرک‌های صنعتی و فعالیت اونها، متأسفانه سازمان امور مالیاتی تا کنون از اجرای این قانون در واقع به دلایلی تا حال اجرایی نکرد. برای اونهایی که شهرک صنعتی هستند، اگر خدای ناکرده در مورد مالیات بحثی هست و صحبتی هست که اونها رو رنجیده خاطر کرده، باید بشینن مذاکره کنن، بنده هم کمک بکنم به
میز مذاکره که انشالله زودتر تشکیل بشه. مثلا فرض کنیم ما به عنوان کارتون ساز اینو میگم، سنوفی مثل مال ما تعدادشون که برق 25 آمپر دارن ارزش افزوده رو فعلا تا پایان سال 90 نمیدن، ولی ما مجبوریم چون برق 5 آمپر داشتیم اینو بپردازیم. اما مشکلات صنعتگران فقط به این چیزا خلاصه نمیشه. بر اساس قانون تأسیس شرکت شرکای صنعتی، شهرداری‌ها وظایفی در این شرکا به عهده ندارند. به موجب بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصولی‌های صنایع به حساب دستگاهی میره که در قبال ارائه خدمات به صنایع مسئول نیستند. از طرفی هم زیربناهای لازم به اندازه نیاز صنعتگران در این شرکا ایجاد نشده. شرط اول در شرکای صنعتی اینه که اعتبار پایداری داشته باشیم. این اعتبار پایدار میتونه از قانون مالیات برش افسوده باشه. سال گذشته ریاست محترم جمهوری تو این قضیه موافقت کردن، به دولت دستور دادن که ردیف رو جدا کنن. علارغم دستور ریاست محترم جمهوری تا حال این قضیه اجرایی نشده. پیشنهادشون اینه یا شهرداری بیاد در این شهرک ها خدمات ارائه بکنه، یا بخشی از اون عوارض رو قانونگذار مصوب بکنه در اختیار هیئت امنای شرکت شهرک ها قرار بده که اونها صرف امور خدماتی و عمرانی شهرک بکنن. برای یه بررسی در کمیسیون‌های دولت به دولت ارائه شده که تحت عنوان یک لایحه انشالله به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه و اونها مصوب بکنن. از اونجا که تو سالهای گذشته ورود کالاهای چینی در بازارهای کشورمون یه معضل برای صاحبان صنعت و تولید کنندگان داخلی شده، باید از تولیدات خودمون حمایت بیشتری کرد تا ضمن گسترش صنایع در تمام زمینا دیگه نیازی به ورود کالای چینی و متفرقه به کشور نباشه و بشه به این طریق هر چه زودتر به خودکفایی کامل در کشور رسید. انشاءالله خدا کنه این شعار رو به عمل هم تحقق بدیم. من چند خبر دیگه دارم، چند دقیقه هم فرصت داریم، اجازه بدید این خبرها رو هم من خدمتون اعلام بکنم. از منطقه شروع میکنم. تظاهرات گسترده دیروز مردم بحرین که در پاسخ به فراخوانی علمای این کشور از جمله شیخ عیسی قاسم صورت گرفته، فصل جدیدی از قیام بحرینی ها رو رقم زده. در حالی که پادشاه بحرین مدعی شده بود مخالفان آل خلیفه عده‌ای اندکی هستند، مخالفان رژیم بحرین به شکلی کم سابقه در تظاهرات روز جمعه شرکت کردند و با حضور صدها هزار نفری نشون دادن اکثریت قاطع جمعیت کشورشون رو تشکیل میدن. در حالی که نیروهای امنیتی بحرین برخی مسیرهای ورودی به محل برگزاری تظاهرات رو مسدود کرده بودند، جمعیتی که خبرگزاری‌ها اون رو 500,000 نفر تخمین زدن با شعار لبیک یا بحرین، با تجمع در پایتخت این کشور بزرگترین تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه رو برگزار کردند. تظاهر کنندگان بحرینی با سر دادن شعارهای خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه، خروج فوری اشغالگران سعودی و آزادی بازداشت کنندگان، بازداشت شدگان سیاسی شدند. نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان با گاز اشکاور سمی به اونها حمله کردند. رژیم حاکم بر عربستان سعودی هم که با هدف سرکوب قیام مردم بحرین به این کشور نیروی نظامی اعزام کرده، با گسترش قیام مردمی در داخل مواجه شده. مردم مناطق شرقی عربستان در شهرهای مختلف از جمله قطیف، عوامیه و ربیعیه با برگزاری تظاهرات خواستار ایجاد تغییرات اساسی در این کشور شدند. در عوامیه تظاهرکنندگان خواستار محاکمه افرادی شدند که در سرکوب شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز دست داشتند. عفو بین الملل نیز از مقامات سعودی به علت زندانی کردن معترضان بدون اتهام و محاکمه به شدت انتقاد کرد. همواره الهی که سرزنده باشید، شاداب و رو به صعود. خداحافظ.